آقا این گوریلا گلسی که همه میگن موبایل من داره موبایل تو نداره چیه اصلا؟ سلام، امروز اومدیم از گوریلا گلس واسهتون بگیم. اول بگیم که اصلا چی هست و بعد بریم سراغ تفاوت مدل های مختلفش. اینا هم بدونید که صرفا داشتن گوریلا گلس ملاک نیست، چون بین گوریلا گلس 4 و 5 تفاوت استحکام بسیار بالایی وجود داره، همینطور بین گوریلا گلس 5 و 6 و از اون مهمتر 6 ویکتس. راستی 19 کالامک رو فالو کردی؟ میدونی ما تخفیفاتمون توی پیج اینستاگرام اطلاع رسانی میکنیم؟ تازه کلی مسابقه و چالش به همراه جوایز ارزنده هم توی پیجمون داریم. گوریلا گلس اصلا چیه؟ گوریلا گلس یه پوشش محافظتی برای بدنه موبایلی که توسط شرکت کورنینگ تولید میشه و استفاده ازش توی موبایل خیلی سر و صدا رو انداخته، به حدی که الان هر کسی میخواد موبایل بخره اول میپرسه گوریلا گلس هم داره یا نه. این پوشش از آلومین و سیلیکات قلیایی و تهیه فناوری خاصی ساخته میشه که در نتیجه از موبایل در برابر خط و خش و آسیب محافظت میکنه. البته همین گوریلا گلس هم خودش انواع مختلفی داره که در ادامه داستانشون رو میگم. سال 2007 که اپل اولین گوشی آیفون خودش رو معرفی کرد، اونا با نسل اول گوریلا گلس پوشونده بود که باعث می شد نمایشگر لک نشه و جای انگشت روش نمونه. البته این پوشش 1.5 میلیمتر ضخامت داشت و یک کمی نمایشگر رو آزاردهنده کرده بود. 5 سال بعد شرکت کورنینگ نسل دوم گوریلا گلس رو در حالی که ضخامتش رو کمتر کرده بود معرفی کرد و همون سال 600 میلیون دستگاه موبایل از جمله سامسونگ گلکسی S3 از لایه محافظت گوریلا گلس 2 استفاده کردن. توی نسل 3 به جای اینکه تمرکز روی کمتر کردن ضخامت باشه، این شرکت مقاومت گوریلا گلس رو بالا برد و ادعا کرد که تا 35% میتونه از به وجود اومدن خط و خش جلوگیری کنه. گلکسی S4 از جمله گوشی هایی بود که از نسل 3 گوریلا گلس استفاده کرد. بعد از اون کورنینگ با جمع‌آوری اطلاعات متوجه شد بیشترین آسیبی که به گوشی وارد میشه بر اثر سقوط گوشی از ارتفاع یا پرت شدن گوشی از دسته و عزم خودش رو جزم کرد تا این مشکل رو با گوریلا گلس برطرف کنه و گوریلا گلس 4 رو جوری ساخت که 2 برابر مقاومتر بود و از گوشی 10 برابر سقوط محافظت میکرد. گلکسی نوت 5 سامسونگ گوشی بود که گوریلا گلس 4 داشت. کورنینگ که راه درست رو رفته بود، نسل 5 گوریلا گلس رو طوری طراحی کرد که نسبت به نسل قبلی تو 4 برابر مقاوم بود و گفت اگه گوشیتون گوریلا گلس 5 داشته باشه و از ارتفاع 1 متری زمین بخوره، محال نمایشگرش بشکنه. راستم میگه، من خودم اینو تجربه کردم. مدل‌های زیادی گوریلا گلس 5 دارن، از پرچم‌داران برندهای مختلف بگیر تا اکثر میان‌رده‌های شیائومی. بعد از اون کورنینگ با خودش گفت که باید گوریلا گلس بهتری بسازه تا اینکه با ساخت نسل 6 که خیلی خیلی مقاوم تر بود به هدفش رسید و به حدی این پوشش رو خوب ساخته که اگه شما از اون دسته آدمای گوشی که دائم گوشی از دستتون میفته، گوریلا گلس 6 به خوبی میتونه نقش ناجی رو براتون بازی کنه. و از اون مهمتر اینکه فقط از بدنه و نمایشگر محافظت نمیکنه و مثل یه بالش گوشی تو دل خودش جا میده و مراقب سخت افزار و CPU تون هم هست. S20 اولترا یکی از مدل هایی که از نسل 6 گوریلا گلس استفاده کرده. 1 متر ارتفاع کمی بود و این شرکت که حسابی کسب و کارش گرفته بود شروع کرد به طراحی محافظی که توی ارتفاع بیشترم بتونه از موبایل محافظت کنه و نتیجه شد گوریلا گلس ویکتسی که امروز توی همه گوشی های پرچمدار جدید استفاده میشه. و اگه شما از ارتفاع 2 متری گوشیتون رو پرت کنید هیچ چیش نمیشه. دست خوش به این شرکت که خیلی از ماها رو از کار کردن با نمایشگر شکسته راحت کرد.
ممکنه الان بپرسیم واقعا مهمه گوشی گوریلا گلس داشته باشه و از کجا بفهمیم گوریلا گلس داره یا نه؟ بله، گوریلا گلس در واقع یه آپشن مهمه که قبل از خرید گوشی باید دقت داشته باشیم که با کدوم ورژن پوشیده شده. برای فهمیدن هم وارد سایت 19 کالاش و اسم گوشی تو سرچ کن. اگه توی اینفوگرافی کنار عکس گوریل تیک سبز خورده بود، یعنی گوشی شما گوریلا گلس داره.